سلام و درود به شما صد سون پارسی های عزیز، ممنون که ما رو دنبال میکنید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید همیشه شاد و تندرست و پیروز باشید. من خشایار خرم هستم و با برنامه لقمه های روحانی در خدمت شما هستم. ما در این برنامه معمولا قسمتی از کتاب مقدس رو با هم میخونیم و روش تعمق میکنیم تا بفهمیم خداوند چه پیغامی و چه خوراک روحانی برای امروز ما آماده کرده. امروز میخوایم راجع به یک کلمه صحبت کنیم. از پیش زمینه‌ای که ما ازش میایم، اصولاً در مراسم مذهبی به مناسبت‌های مختلف با این کلمه آشنایی داریم. اون کلمه قربانی است. اما قربانی در کتاب مقدس به چه معنیه؟ وقتی به عهد عتیق نگاه میکنیم، به عهد قدیم نگاه میکنیم، میبینیم که قربانی برای قوم خداوند یک معنی خاص داره و سالی یک بار کاهن اعظم به مقدسترین قسمت معبد وارد میشد و فقط او سالی یک بار اجازه داشت به اون قسمت وارد بشه و قربانی قوم رو تقدیم خداوند میکرد. این قربانی به چه معنا بود؟ یک، به معنای عهدی که خداوند با قوم خودش بسته که برمیگرده به کتاب خروج، و دوم به منظور تقدیس قوم خدا و بخشوده شدن گناهان اونها بود. عهد به معنی پیمان هست و در عهد جدید یا در پیمان جدید این قربانی برای ما مسیحی‌ها معنی تازه‌ای داره، چرا که قربانی اعظم تقدیم شده. با هم بریم به کتاب مرقس باب 15. مرقس فصل 15 آیات 37 و 38. پس عیسی به بانگ بلند فریادی برآورد و دم آخر برکشید. آنگاه پرده معبد از بالا تا پایین دو پاره شد. پرده معبد همون پرده‌ای بود که قدس الاقداس، مقدس‌ترین قسمت معبد رو از قسمت عمومی معبد جدا می‌کرد. در واقع مرزی بود بین قسمت قدوس که مربوط به خداوند بود و قسمتی که مربوط به آدم‌ها و قوم بود، همگی قوم بود. و زمانی که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما به روی صلیب رفت، اون قربانی اعظم رو پرداخت. پس دیگه مرزی بین انسان و خداوند باقی نمیمون. برای همین بود که پرده هیکل از وسط به دو نیم تقسیم شد و اون مرز برداشته شد. پس الان من و شما نیازی نداریم برای بخشوده شدن قربانی تقدیم خداوند کنیم، چرا که خود خداوند قبل از ما اون قربانی رو تقدیم کرده. چیزی رو که ما به دست آوردیم خداوند بهاش رو داده و کمترین بهایی که ما میتونیم بدیم اینه که در کلام او بمونیم و به حقیقت و راستی او پایبند باشیم. در حقیقت خداوند بمانید تا برنامه بعد.